Meu irmão alemão, né? Mas mesmo ele do outro sali, para o lugar زنان و عضو کمپین توقف قتل‌های ناموزی. سحر جان، همه دوستایی که هستند خوش آمدید. و میدونیم زنان زمانی که زنان مبارزهشون منسجم تر میشه، حکومت اسلامی سرکوبش رو شدیدتر میکنه و این مسئله خیلی مهمیه، مخصوصا برای اونهایی که فکر میکنن جنبش انقلابی زن زندگی آزادی تمام شده. وقتی که میبینید که به این صورت منسجم و شدید هم میان جنگ افروزی میکنن و هم این که میان شدت سرکوب ها رو زیاد میکنن، یعنی زنها منسجم تر دارن مبارزه میکنن. این جنبش داره به صورت خشونت پریزی پیش میره و واقعا ما هم صلح جهانی رو میخوان. در خدمت شما هستیم مرضیه جان، صحبت بکنید. دوستان، من اول کامنت ها رو میبندم، بعد از صحبت های ایشون کامنت رو باز میکنم که اگر دوستان سوالی داشتن، کامنتی داشتن، میتونن که با ما شیر کنن. مرضیه جان، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستانی که امروز اینجا هستند و ممنونم ازتون برای این برنامه. ببینید، مسئله زنان در جمهوری اسلامی از روزهای نخست پیروزی انقلاب تا به الان یک تاریخ مستمر مداوم به هم پیوسته ستیز با زنانه. شاید بیش از هر کسی، بیش از هر دشمنی، جمهوری اسلامی با زنان دشمنی ورزیده و بر علیه اونها برنامه ریزی کرده، سیاست گذاری کرده برای محرومیتشون، برای تبعیض نسبت به اونها در واقع اقدام کرده از همه سو و از همه جوانب ممکن. به محض پیروزی انقلاب، قانون حمایت خانواده سال 1353 که قانون بسیار مترقی و خوبی بود و در موقع خودش به واقع به نظر من یک انقلاب در حقوق زنان در ایران بود، رو نقض کرد و زنان رو به ورطه بیقانونی، به ورطه حاکمیت دادگاه های مدنی خاص انداخت که صدور رأی و احکام در اونها بر اساس تشخیص اون مجتهدی بود که اونجا بایستی در واقع داوری میکرد، قضاوت میکرد و بر اساس استنباط خودش از احکام شرع رأی میداد. این بود که سالها زنان در بیقانونی و در حاکمیت این دادگاه ها به سر بردن، در واقع یک فجایعی علیه اونها اتفاق افتاد. زنان در خانواده هیچ حقی نداشتند، نه تنها حق طلاق نداشتند، بلکه وقتی هم که همسرشون میخواست اونها طلاق بده هیچ دفاعی نداشتند. وضعیت به شکلی بود که مرد هر وقت اراده میکرد میتونستنش رو ببره محضر سر کوچهشون طلاق بده، بدون اینکه حقوقش رو بده، بدون اینکه تکلیف بچه‌هاش مشخص بشه، بدون اینکه آیندهش اساسا در موردش بهش اصلا توجه بشه. بعد از مدتی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تا سال 71 تصویب شد. این قانون هم هرچند یک نظم و ترتیبی داد به مسائل طلاق و مقررات خانواده، ولی باز هم بر مبنای و محور همون مقررات شرع بود که در اونها زن موجود فرودست بی اختیار، بی حقیه که به هر شکلی ممکنه که با اون برخورد بشه. در مقررات بعد از انقلاب اگه از در واقع مراحل نخستش نگاه کنیم، ازدواج کودکان چیز شده، تجویز شده، سن ازدواج 13 ساله برای دختران، اما در همین ماده 1041 که قانون مدنی که به سن دختران اشاره شده میگه ولی پدر میتواند قبل از این سن هم با اجازه دادگاه و در صورت تشخیص مصلحت برای کودک ازدواج کند. یعنی محدودیت سنی نداره، پدر هر زمان تصمیم بگیره و دادگاه مصلحت رو تشخیص بده میتونه اجازه بده که دختر رو به عقد دیگری در بیارن، حتی دختر مثلا 8 ساله 9 ساله، و برای همه عمرش چنین ازدواجی رو به او تحمیل کنن و اجازه مداخله در سرنوشت خودش رو هم به اون ندن.
بعد اجازه ازدواج دختر باید با اجازه پدر باشه، یعنی دختر در هر شرایطی در هر سنی در هر موقعیت اجتماعی باید از پدرش اجازه بگیره برای ازدواج. این یک مانعی که خیلی از دختران باش مواجه میشن، پدرایی که نیستن مفقودن، پدرایی که عناد میوزن به شکلی با ازدواج دختران و محدودیت براشون ایجاد میکنن. بعد از اون در خانواده میگه ریاست از خصائص شوهره، زن محکوم به تمکین در هر صورت، تمکین عام و تمکین خاص، یعنی که هم در محلی که شوهرش تعیین کرده باید زندگی کنه و هم به لحاظ مسائل جنسی هر آن که مرد اراده کنه در اختیارش باشه، یعنی به همین شکل میگن متاسفانه. حقوق زن در خروج از کشور محدودیت داره، برای تحصیلش، برای اشتغالش، برای شیوه زندگیش باید از مرد اجازه بگیره. بعضی از این آقایون میگن حتی اگر پدر مادر زن بمیره، زن اجازه نداره بدون اذن شوهر بره به مراسم خاکسپاری اونها. در این حد زن رو اسیر و برده میدونن در خانواده. این قوانین همطور ادامه داره، حق طلاق زن نداره، طلاق حق اختصاصی و انحصاری شوهر. زن اگر بخواد طلاق بگیره باید یک پروسه سخت طولانی جانکاهی رو طی کنه که بتونه طلاق بگیره. پس از طلاق مسئله حضانت بچه هاست، مسئله حقوق زن. ما فراوان با زنهایی برخورد داشتیم که مثلا 40 سال، 50 سال، 60 سال با همسرشون زندگی کرده بودن، در این مدت هرچه داشتن، جوانیشون، سلامتیشون، ارثیشون، امکان اشتغالشون، امکان فعالیت اجتماعیشون از دست داده بودن و مرد به ناگاه تصمیم گرفت که اینها رو طلاق بده. میتونست با مبلغ اندکی، حالا بعدا اجرت المثل و نحل و اینها تعیین شد، اونها رو از زندگی کنار بذاره، اونقدری بهش چیزی بده که نتونه حتی یک اتاق برای خودش داشته باشه و بتونه به زندگیش ادامه بده. در مورد قوانین خانواده هر چی که بگم از این که زنان رو به ورطه فرودستی کشوندن، به ورطه بی اختیاری، عدم امکان انتخاب، عدم امکان اعمال اراده در زندگی مشترک کشوندن و این مبنایی شد برای اینکه در جامعه مورد خشونت قرار بگیرن، مورد آزار جنسی، جسمی، روانی و اقتصادی قرار بگیرن و بنیانهای همه انواع خشونت ورزی در جامعه گذاشته بشه. چون وقتی بچه در خانواده میبینه که نسبت به مادرش که قاعدتا باید مورد احترام و تکریمش باشه داره تحقیر روا داشته میشه، داره در موقعیت پایین دست قرار میگیره، خب زمینه انواع خشونت ها در واقع تکوین پیدا میکنه و شیوع پیدا میکنه در جامعه. این مقررات همچنان ادامه داشت، هیچ وقت کم نشد، هیچ وقت اصلاح نشد، علاوه که قانون حمایت خانواده تصویب شد ولی در ذات و در اصل مقررات تغییر داده نشد و همچنان اون ویژگی های زن ستیزانه و فرودست انگارانه اونها ادامه داشت، تا اینکه خب یک سری مقررات دیگه آمد به اینها اضافه شد. ببینیم، ما یه بحثی داریم تحت عنوان مسئله جمعیت در ایران. جمعیت از دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی یک مسئله، یک در واقع یک گرداب فراتر از جنبش انقلابی مهسا، فراتر از همه در واقع مخالفت هایی که علیهش میشه، حتی دشمنان خارجیش، که خودش میگه به صراحت هر وقت من یاد این مسئله جمعیت میفتم بدنم به لرزه در میاد. اینها برای ادامه حیاتشون نیاز به کارگر دارن، نیاز به بازتولید اجتماعی دارن و نیاز به سرباز و نیروی سرکوب دارن و الان جمعیت ایران در آستانه پیری قرار گرفته. رشد جمعیت به شدت کاسته شده، از حدود 6 فرزند در مثلا سالهای 1360 تا 65 تا بعدتر آمده به 1، اگه اشتباه نکنم مثلا 0.4 فرزند برای هر زن و کلن جمعیت به سمت پیری داره میره. این مسئله اینها رو به شدت نگران کرده.
در حدی که آمدن قانون جوانی جمعیت، قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت رو تصویب کردن. قانون جوانی جمعیت یک قانون سراپا ضد زن و خطرناک اجتماعیه. مسئله اینه که به شدت ضد زنه. مسئله اینه که تمام ابعاد زندگی اجتماعی زنان و کودکان و گروه های زیادی از کادرهای درمان و بهداشت و اینها رو فرا میگیره. در این قانون آمدن اعلام کردن که توزیع وسایل بارداری بین به صورت وسایل پیشگیری از بارداری به صورت رایگان ممنوع، هر گونه اعمال جراحی پیشگیری از بارداری ممنوع شده، کلا جرم انگاری شده برای انجام این اعمال، توصیه فراوان شده به فرزند آوری، بسته های تشویقی، نمیدونم ماشین بدون نوبت، زمین بدون نوبت برای طلاب حوزه های علمیه، برای دانشجویان یک سری بسته های تشویقی که البته در تامین اونها هم باز موندن، و یک سری مجازات ها و تنبیه ها برای کسانی که مانع از تولید بیرویه جمعیت میشن. مثلا اینکه برای سقط جنین آمده مقررات سنگینی کیفری وضع کرده، در حدی که کسی که اقدام به سقط جنین های مداوم میکنه از کادر پزشکی در مفسد فی الارض و مستحق صدور حکم اعدام قلمداد کرده. آمده وزارت اطلاعات رو بر بیمارستان ها و آزمایشگاه ها و مراکز درمانی گمارده که اگر زنی باردار میشه تمام مشخصاتشون رو ثبت کنن و پایش کنن که مبادا در این روند بارداری این بچه سقط بشه. غربالگری جنین رو ممنوع کرده و محدود کرده و یک سلسله بچه های دچار بیماری های مادرزادی باعث شده که به وجود بیان. این خودش خشونت نسبت به زنانی که محکومن که بچه های با این اوضاع احوال و شرایط رو ازشون نگهداری کنن، که بچه‌هایی که هیچ وقت بزرگ نمیشن و همچنان مادر مثلا 20 سال 30 سال باید یه بچه رو که وزنش هم زیاد میشه ولی در حکم یک بچه 2-3 ساله است ازش نگهداری کنه. خود مسئله ممانعت جدی و بسیار در واقع تصوری که از سقط جنین شده اینجا تصور یک جنایت بزرگه و به همون میزان براش جرم انگاری شده. فضای اطلاعاتی بر مراکز بهداشت و درمان حاکم کرده و سرم در پای این قانون به شدت زن ستیزه و به شدت محدود میکنه زنان رو. پس از این آمدن سامانه رصد سبک زندگی رو تصویب کردن، کل مراکزی که اطلاعات از وضعیت به قول خودشون سبک زندگی، شیوه نمیدونم گذران دوران فراغت، نمیدونم تغذیه، آموزش، لباس پوشیدن، حجاب، همه اینها رو مقرر کردن که این مراکز حتما اینها رو باید بدن به تشکیلاتی که از وزارت اطلاعات و سپاه و نمیدونم شورای انقلاب فرهنگی اینا تشکیل شده، به منظور اینکه تمام لحظه های زندگی مردم رو اینها در دسترس داشته باشن و تحت کنترل قرار بدن. و در کنار همه اینها مثلا ما قانونی داشتیم، معضلی داشتیم تحت عنوان تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه. این بچه ها تبعی ایران محسوب نمیشن و چون معمولا خیلی شایعه که در مناطقی که پناهندگان کشورهای همسایه اطراف میان بدون هیچ گونه مقررات و بدون اعمال هیچ گونه کنترلی، اینها بچه های خانواده فرودست و دختران کوچک رو در واقع تحت پوشش ازدواج میخرن، این بچه ها صاحب فرزند میشن، خیلی از اینا رها میشن میرن. این بچه ها نه پدری دارن که تابعیت اون رو بگیرن، شناسنامه بگیرن، پاسپورت بگیرن، چون طبق قانون ما تابعیت از طریق پدر منتقل میشه به کودک، و نه تابعیت مادر رو میدونن. حتی از بچه های پناهنده ها، حتی از بچه های مهاجرین هم حقوق کمتری دارن، چون همون برگه ای هم که باش میتونن برن مدرسه ندارن. اینا همیشه تو رویای مدرسه، تو رویای شناسنامه، تو رویای زندگی معمولی میمونن. مثلا بچه های بلوچا رو خیلی اصرار دارن که به اینها شناسنامه ندن و به این شکل. این
تلاش های زیادی تو جامعه مدنی اتفاق افتاد، دانشگاه یا انجیو ها و خود این زنان، تا بالاخره یه قانونی تصویب شد که این بچه ها تحت شرایط خاص و سنگینی شناسنامه بدن. این قانون اخیرا باز وضع شده، قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت، آمده این قانون نسخ کرده، امتیازاتی که به این بچه ها داده کمتر از بچه های مهاجرین و پناهندگانیه که برنامه ریزی کردن اونا رو ضمیمه کنن به مردم ایران برای سوء استفاده از اونها در همین لشکرهایی که میبینین، زینبیون و فاطمیون و اینجور مسائل، دادن امتیاز به کسایی که میان میجنگن براشون. مجموعه همه اینها یک در واقع یک ترکیب به هم فشرده ای از مقررات زن ستیزان است. و در کنار همه اینها هم بحث حجاب هست که خب میدونیم که از ابتدا وجود داشته. سالهاست قانونی تصویب شده، ماده 638 قانون مجازات اسلامی، که میگه اگر زنی در ملأ و منظر عام حجاب رو رعایت نکنه، دادگاه میتونه اون رو تا 2 ماه حبس یا جزای نقدی محکوم کنه. و چون در قوانین ما جزای مجازات حبس کمتر از 3 ماه قابل اعمال نیست، این مجازات باید تبدیل بشه به مجازات های جایگزین، مثل نمیدونم انجام خدمات عمومی یا محرومیت از حقوق اجتماعی و جزای نقدی و اینها. این را آمدن در مورد زنانی که حجاب از سر گرفتن تبدیل کردن به محکومیت به شستن مرده و حضور در مرده شورخانه، یا محکومیت به نظافت فضاهای عمومی یا معرفی مثلا به روانپزشک و هر کاری که در اون میتونستن موفق میشدن که زنان رو تحقیر کنن و سلطه خودشون رو بیش از اون اعمال کنن. و همه اینها در کنار موج زنکشیه که در جامعه ما داره اتفاق میفته، خشونتیه که بر علیه زنان در خانه، در محل اشتغال، در فضاهای عمومی اتفاق میفته، خشونت خانگی نسبت به زنان متاسفانه علارغم تحولاتی که در جامعه ما صورت گرفته، علارغم این که جامعه ما با ورود به جنبش انقلابی مهسا یک مرحله کمالی رو در واقع از سر گذروند به لحاظ پختگی و تکامل مردم و تحولاتی که در اخلاق و در افکار اونها صورت گرفت، این زنکشی همچنان ادامه داره تحت عنوان قتلایی که با برچسب ناموسی اتفاق میفته، قتلایی که به دلیل تحت عنوان اختلاف خانوادگی اتفاق میفته، و یا اینکه واقعا توسعه پیدا کرده، یا اینکه دسترسی به فضاهای عمومی باعث میشه که آمارها منتشر بشن و از اون حالت تیره و تاریک برای اینها وجود داشت و اجازه نمیدادن که اطلاع رسانی بشه، اون حالت از بین رفته و خب بیشتر اطلاع پیدا میکنیم نسبت به این قتلا. خشونت جنسی نسبت به زنان همچنان در جریان هست، از دختران خردسال در خانواده از سوی اعضای خانواده مورد آزار قرار میگیرن و حاکمیت تمام تلاشش اینه که بگه اصلا چنین چیزی وجود نداره و روی این عفونتی که بچه ها بهش مبتلا میشن رو بپوشونه و باعث رشد و توسعش بشه. مجازات اعدام که برای اصطلاحاً میگن زنای با محارم وجود داره، باعث شده که اینها از شکایت کردن خودشون خودداری کنن. از سوی دیگر ما مجازاتی برای جرائم خشونت های مبتنی بر جنسیت نداریم. یعنی اگر زنی مورد خشونت قرار بگیره به دلیل اینکه زن هست، با همون قوانینی محاکمه میشه که دوتا مرد نسبت به هم خشونت ورزی کردن. اصلا این مسئله جنسیت درش وجود نداره. اگر کسی زنی رو بکشه، اون عدالت اینها در موردش که اجرای حکم قصاصه، در صورتی اجرا میشه که نیمی از دیه زن پرداخت بشه. اگر زنی دچار سانحه بشه، دیه اون نصف که حالا باز یک تمهیداتی براش چیدن که البته به نظر من یک جور کلاه شرعیه. زنان، شهادت زنان به شکل تحقیرآمیز و زننده هر دو تا زن برابر یک مرد در دادگاه، که ما وقتی اینو خواستیم به زنا بگیم واقعا خودمون خجالت میکشیدیم از دیدن وضعیت روحی که اونا پیدا میکردن وقتی که این مقررات رو میشنیدن.
و یک سلسله مسائل اینجوری. در انقلاب مهسا خب دیدیم که چقدر دختران تحت آزار، تعرض، تجاوز قرار گرفتن، چقدر بدن زن عرصه تاخت و تازه نیروهای سرکوبگر شد، چقدر به حبس بردن، چقدر کشتن اونها را، و اون ماجرای مسموم کردن مدارس چطور قصد کردن گروههایی از داخل حکومت که مانع تحصیل دختران بشن، اصل اساس حضور دختران را در مدارس باش مقابله کنن. جمهوری اسلامی کلن با حضور زنان مخالفه. حضور زنان در فضاهای عمومی رو به منزله این میدونه که داره گناه توزیع میشه، چون بدن زن رو کانون توزیع گناه تا کانون تحریک شهوت مردان میدونه، به زن به عنوان انسان نگاه نمیکنه، فقط به یک کانون در واقع یک ابژه جنسی نگاه میکنه و واهمه از این داره که مردانش به واسطه گناهی که زن توضیح میکنه گمراه بشن. این نوع نگاهش به زنان از این دسته و از این رو تن زنان عرصه جنایت براش، عرصه خشونت ورزی های گسترده و متنوع براش. در زندان ها فراوان به زنان تعرض شد، تجاوز شد، دارو بهشون خوروندن، باعث شدن که بعد از آزادی در واقع دچار مرگ های مشکوک و ناگهانی بشن و انواع و اقسام. از جمله این که من اینجا لازمه بگم که سه وکیل زن هم در جریان جنبش کشته شدن، متاسفانه وکلای شجاع و متعهدی که حاضر نشدن موکلین خودشون رو رها کنن، از کنار مردم جدا بشن، همراه به سوگندشون به اخلاق حرفه‌ایشون پابند موندن و جان خودشون رو از دست دادن. تا به امروز که همچنان این سیاست‌های زن ستیزانه ادامه داره و الان که جمهوری اسلامی در خطر یک جنگ قرار گرفته، در خطر اینکه به قول خودش دشمنی که سالهای سال پرورونده و از اون یک دیوی ساخته که هر آن هم مردم رو سرکوب کرده، هم جهان رو باش متشنج کرده، هم گروه های زیادی از مرتجعین و متهجرین رو دور خودش جمع کرده به واسطه اونا و هزینه هاشون رو پرداخته از جیب مردم ایران، الان که نوبت جنگ با اون رسیده و رویای قول خودشون از بین بردنش فرا رسیده، الان دوباره دامان زنان رو گرفتن، به شدت خشونت آمیز و وحشیانه دارن زنان رو به خاطر اینکه حجاب اجباری رو برنمیتابن در خیابان ها ضرب و شتم میکنن، دستگیر میکنن، بازداشت میکنن، یک موج سنگینی به راه انداختن، ولی زنان دارن مقاومت میکنن، ولی مقاومتشون اشکال بهتر و مدبرانه تری پیدا کرده، دیگه بر نمیگردن، دیگه حاضر نیستن ننگ اسارت و انقیادی رو که حجاب به عنوان نماد در واقع انقیاد زنان ایفا میکنه رو بپذیرن. خیابونا هر روز عرصه تاخت و تاز دشمنان و نیروهای سرکوبگر و سرکوب زنان. به نظر من الان وقتشه که واقعا زنان فکر کنن به یک تشکل، فکر کنن به سازماندهی. زنان خانه‌دار بهترین پتانسیل مقابله با این تبعیض و محرومیت و این ستمی است که سالها براشون شده. اگر اونها به هم بپیوندن، تشکل داشته باشن، شبکه‌های هم محلی، خانوادگی، قوم و خویشی، همکاری، همراهی رو درست کنن، اگر دختران ما که مورد آسیب قرار میگن برنامه بریزن برای مقابله خودشون با حکومت و تک تک مواجه نشن، رو نوع کنشگری اجتماعیشون رو استراتژیش رو مشخص کنن و با هم هماهنگ باشن، بیشک در این مبارزه پیروزتر خواهند بود و عرصه‌های بیشتری رو فتح خواهند کرد و جنبش رو هم بهتر به پیش خواهند برد. من اینجا صحبتم متوقف میکنم که اگر سوالی باشه جواب بدم و اینکه اگر که حالا گفتگوی خاصی هست باز بپردازیم به اون. به نظر شما دست شما درد نکنه. دقیقا من الان اینجا رو باز کردم
بعد که بتونن که کسایی که صحبتی دارن بکنن. یک خواهر کسی هم به اسم نیما چندین مسئله رو عنوان کرده که برای که تو تکست داده، من برای شما میخونم. و مسئله یه مسئله که من میخواستم بگم و به درستی شما بهشون اشاره کردین، زمانی که در امریکا مسئله کرونا پیش آمد و همه عملا توی حبس خانگی بودن، تعداد خشونت ها علیه زنان و حتی کشتار زنکشی خیلی بالا رفت، به خاطر اینکه از شرایط ناراضی بودن، وضعیت بد بود، مسئله کار بود، مسئله حقوق بود، یعنی یه شرایطی که عوض شد و این خشونت بالا بود. و الان هم دقیقا تو اجتماع وقتی که خشونت در اجتماع زیاد میشه، عملا زنکشی و قتل‌های ناموسی زیاد میشه. البته ناموسی رو من توی پرانتز میذارم، چون واقعا لغتیه که باید اصلا از فرهنگ ما بیرون بره، چون هیچکی ناموس هیچکی نیست و دیگه چیزهایی مثل جریان غیرت و تمام اینها یک لغت‌ها و فرهنگای مال قصر حجره. مسئله دیگه که من میخواستم از شما بپرسم، من میدونم یه توی یک زمانی این قانون که به فرزندانی که از پدر دیگر هستن و مادر ایرانی هستن قرار بوده که بهشون شناسنامه ایرانی و اینا بدن، میدونم تا تو مجلسم رفت که ما به یکی از دوستامون که اینجا بود خودی هم تبریک گفتیم، ولی ظاهرا مثل که یه جایی گیر کرد و تصویب نشد. بعد مسئله مهم اینه که ما تو هشت جلسه با رضوان مقدم، خانم دکتر رضوان مقدم، رهبری و برنامه های رهبری رو داشتیم و من خیلی خوشحال میشم که اگر قبول کنید حداقل این بحثا و سوال ها رو یه مقدار دائمی تر حداقل تو دو یا سه جلسه دیگه هم با ما ادامه بدید، چون بیشتر از یک ساعت خب خیلی خسته میشن و اینکه ما دلمون میخواد که این برنامه به صورت دائمی باشه. و یه دوستی توی تکست نوشت که من الان سوالای اونشان رو میکنم، میدونمسن میگه لطفا به حکم سنگسار زنان و همجنسگرایان در قدیمم اشاره کنید. زنان معتاد، معتاد تهران، اتوبان چمران، یعنی به اینها هم میخوان که شما اشاره کنید. لطفا به فقر و فحشا و تنفروشی های زنان از روی ناچاری و بیپولی در ایران اشاره کنید. یعنی اینقدر بدبختی و مشکلات زیاده که آدم باید اصلا نمیدونه از کجا شروع کنه. اتفاقا یکی از کارهایی که ما دلمون میخواد بکنیم و تلاش هم کردیم این که از جامعه کویر یک کسی رو بیاریم اینجا صحبت کنه. من دیگه سکوت میکنم، اگر سوالی اومد من براتون میخونم. خیلی مسائل مختلفی رو من عنوان کردم، بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید در مورد قانون تابعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی من صحبت کردم. این قانون در حقوق ما تابعیت از طریق خون و از طریق پدر به فرزندان منتقل میشه در قانون جمهوری اسلامی. مادر هیچ نقشی اینجا نداره. بچه اگر که پدرش ایرانی نباشه تابعیت ایران رو پیدا نمی کنه. میگن تابعیت کشور متبوع پدرش. مثلا یک تبعی کشور افغانستان میاد ایران با یک دختر ایرانی ازدواج میکنه، خیلی اتفاق میفته. اینا میان با بچه های خیلی کوچک ازدواج میکنن. اینا همه مسائل ناشی از فقر و تنگ دستی های غیر قابل تحمل حاشیه هاست در شهرهای بزرگ. بعد این بچه رو با یکی دو تا بچه رها میکنه و میره. این بچه ها تابعیت پدرشون نمیدونن، اصلا پدر کی هست، تابع کجا بوده، پدر برای اینا هیچ اسناد هویتی تهیه نمیکنه. مادر هم که نمیتونه هیچ اسنادی براشون تهیه کنه چون مادر سمتی نداره. این بچه ها
مثل سایه های سرگردان، مثل اشباح تو حاشیه ها، تو مناطق فرودست نشین میمونن و هیچ امکانات اجتماعی رو نمیتونن، شاملشون نمیشه، مدرسه نمیتونن برن، چون مثلا بچه های افغانستانی که آمدن ایران چون یک برگه ای دارن که حکایت از این میکنه که طبعه کجا، پدرشون کیه، مادرشون کیه و اجازه اقامت در ایران دارن، اونا میرن مدرسه. بچه های ایرانی که مادرشون ایرانی پدرشون خارجی نمیتونن حتی مدرسه برن، محرومن. اینا به محمل های مناسب برای قاچاق مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن، قاچاق انسان، برای هم تعرضات و تجاوز های جنسی، برای همه انواع جنایت ها میشن و خیلی وقتا به دنیا میان و میمیرن بدون اینکه هیچ نقش و اثری از اونها روی هیچ سندی در جامعه وجود داشته باشه. قانونی تصویب شد که به اینا شناسنامه بدن، اداره اطلاعات سپاه، اینا همه آمدن وسط که این مسئله امنیتی داره، اگر اینا بیان تبع ایران بشن خلق و خوش و خلق و خوش خوی کشور مطبوع پدر باعث میشه که وقتی بزرگ شدن بر علیه حاکمیت جمهوری اسلامی اقدام کنن. و مسئله که بیشتر چون بچه های بلوچن اینا و اینا خصومت ذاتی با بلوچا دارن به اینجا میکشوندن، چون درصد زیادشون بچه های بلوچن. بعد بالاخره با تلاش های زیادی که جامعه مدنی، انجیو ها، وکلا، اساتید دانشگاه، خود اینها سالهای سال تلاش کردن یه قانونی وضع شد که به اینها شناسنامه بدن. تو این قانون هم باز مشکلات و مصائب زیادی داشت، بازتابای منفی زیادی داشت. به هر حال این وضع شد، به تعدادی از اینها شناسنامه دادن، دوباره آمدن اون رو به هم زدن، آمدن گفتن قانون سازمان ملی مهاجرت رو تأسیس کردن، توی این قانون برنامه ریزی کردن که به مهاجرین و پناهندگان خارجی در طی یک مراحل پلکانی اجازه خرید ملک بدن، اجازه داشتن حقوق اجتماعی بدن و اینها رو زیادتر کردن، با هدفشون به نظر من همون جبران کسری جمعیت و جبران کسری نیروی سرکوب هستش. ولی بچه های مادران ایرانی رو محروم کردن، دوباره اینا رو گذاشتن در قعر جدول، دوباره جایی که هیچ حقوق ندارن و این قانون رو نقض کردن. یکی از ستم هایی که داره میشه بچه ها. در مورد این که گفتم زنان دچار فحشا و اینها میشن، ببینید فقر چهره زنانه داره. وقتی که جامعه فقیر میشه، وقتی که سلب مالکیت میشه، بیشتر زنان در معرض این موضوع قرار دارن. وقتی کرونا میاد، اونی که کارشو از دست میده و مجبور تو خونه بمونه، بچه‌ها و مریضا مواظبت کنه، زنه و دچار تهی دستی بیشتر میشه. وقتی جنگ میشه، زنان هستن که مجبورن که پشت جبهه رو نگه دارن و کاراشون از دست بدن و مسئولیت های بیشتری داشته باشن. تمام مصائب اجتماعی اول دامن زنان رو میگیره و از جمله همه بحران های اقتصادی و ناکارآمدی های رژیم و فساد سهمگینی که حاکمه بر این رژیم و فرایند همچنان پیش رونده سلب مالکیت از مردم که در انها و اقسام مختلف شیوه ها، خصوصی سازی، کالایی کردن آموزش، کالایی کردن بهداشت، کالایی کردن اوقات فراغت پیش آمده، همه اینها تحمیل شده به زنان، همه اینها یقه زنان گرفته و اونها رو از همه آن داشته هایی هم که با عرق جبین و با سختی به دست آوردن محروم کرده، هم همه رو گرفته. یعنی شما فکر کنید که مثلا برای تحصیل که تجاری شده، برای این کلاس های کنکور، برای دانشگاه آزاد، در اینا چقدر سرمایه زنان به باد رفته و فقر افکنده شدن و همه اینها باعث شده که متاسفانه چیزی جز فروختن بدن خودشون خیلی از زنان تویی دست نداشته باشن. دیگه هیچ متاعی جز اون ندارن که شکم بچه هاشون رو سیر کنن، که این بعد غذا به بچه هاشون بدن. جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده که تعرض کنه به حیات اخلاقی فرودستان، اونها رو از همه آن چیزی که در واقع
محورها و بنیانهای شرافت و اخلاق بود تهی کنه، برای اینکه سرکوبشون آسان‌تر باشه، برای اینکه تسلط بر اونها راحت‌تر باشه. این کار چه از طریق خیلی‌ها انجام میده، چه از طریق همین بحث سلب مالکیت‌های مداومی که داره شکل میده. و این پروسه همچنان ادامه داره و این زنان هستن که بیشتر سرکوب میشن. انقلاب مهسا روسری برداشتن یک نماد بود. مسئله حجاب وقتی مسئله اصلی شد که در واقع پوشاننده و حذف کننده و طرد کننده زنان بود، در واقع محکومیت زن به خروج از فضای عمومی و به حذف زنان بود. اینی که به درستی فهمیدن که اگر این نماد رو بردارن امکان حضور، امکان مشارکت سیاسی و اقتصادی براشون ممکنه فراهم بشه. اینی که زنان همچنان در خط مقدم جبهه مبارزه با حاکمیت قرار دارن و بیش از همه هم مورد تعرض و خشونت و آسیب قرار میگیرن. تشکر میکنم از شما. خب برای تغییرش الان چقدر اهمیت داره که مردان در کنار زنان قرار بگیرن و چقدر اهمیت داره که به این مسائل همه آشنا بشن. به قول یکی از دوستامون که اینجا نوشته که اینکه مسئله حجاب مسئله فقط مسئله حجاب نیست و خیلی ها هستن که اصلا مسئله زنان و مسئله خودشون نمیدونن و این مسئله خطرناکیه. و اگر یادتون باشه 3 هفته بعد از جریان انقلاب 57 زنها همه به خیابون ریختن و گفتن ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. و مسئله اونجا مردا در کنار زنا نبودن. حتی سیاسیون میگفتن که الان نمیدونم بندجی و چیزهای دیگه مهمتر قرار داره، در صورتی که اینها داشتن به حریم به نصف جمعیت ایران داشتن نصف جمعیت ایران رو حذف میکردن و متاسفانه خیلی ها اون موقع ندیدن و امیدواریم که این دفعه ببینن. وقتی که نصف جمعیت ایران بشه با نصف دیگه عملا به یه جایی رسیده. ببینید مسئله همراهی مردم به نظر من این اتفاق افتاده. یعنی من خودم در همین مواجهه که با زنان داشتم این سالهای آخر نوع برخورد مردان زندگی با زنان عوض شده. مثلا پدرهایی که اگر دخترشون اختلاف خانوادگی پیدا میکرد میگفتن برو بمون تو خونه شوهر و تردش میکردن، همونا دنبالش بودن که وقتی دخترشون مورد خشونت و آزار قرار میگرفت دنبال این بودن که برای گرفتن حقوقش و برای مثلا طلاق همراهش کنن. در جنبش انقلابی مهسا هم مردان در واقع کنار زنان بودن. این شعار زن زندگی آزادی رو همه مردان هم دادن. همه کسانی که کشته شدن با این شعار کشته شدن و میدونیم که خب مردانی که کشته شدن خیلی بیشتر از زنان بودن. این مسئله حل شده و علت این که جنبش هم زنده مونده، نفس میکشه، هنوز ادامه داره. امروز باز دوباره زنان کف خیابونن، همین همراهی مردان و همین درک این مسئله هست که زنان و مردان باید نگاه ما به اونها نگاه به انسان باشه نه نگاه به جنس باشه. فراتر از اینکه ما دنبال برابری بریم، دنبال نمیدونم هویت زنانه بریم، دنبال این مسائل بریم، اگر این مقوله تحت عنوان زن و مرد رو کنار بذاریم همه مسائل حل میشه. حتی اون مسائل نمیدونم کسانی که گرایش جنسی دیگری هم دارن در خودش حل میکنه، مسئله انسان رو حل میکنه. اساسا مسئله خشونت در همه جوامع در صورتی حل میشه که به انسان، به ما و انسان نگاه کنیم نه به جنس نگاه کنیم. و این به نظر من داره اتفاق میفته، هرچند که باز آثار قوانین و موضع‌گیری ها و اعمال سلطه جمهوری اسلامی بر زنان و سیاست گذاری هایی که برای زنان کردن بر روی خیلی ها مونده که در
جلوه‌هاش همین زنکشی‌ها و همین فجایعی است که داره اتفاق میفته، ولی مردان خیلی ها این مسئله براشون حل شده، ما به روشنی داریم میبینیم و این قسمت واقعا خیلی امیدوار کننده این جنبشه. دقیقا با این سری ویدئوهایی که ما دیدیم، وقتی که به یک زنی به خاطر حجاب حمله میشه، قبلا بر اونها خب یه دوای میسادن از دور، همه دستشون تلفن بود و اوقات فیلم میگرفتن و دخالت نمیکردن، ولی الان دقیقاً دخالت میکنن و میان از اون زن دفاع میکنن. و از همه مهمتر اینکه واقعا دارن در کنار همدیگه علیه این حکومت دارن مبارزه میکنن و مبارزهاشون و خیلی شدیدتر شده. و یکی از نمونه هایشون تو عید فطر، تو نماز عید فطر اولا خیلی نرفتن و خب میدونید که عید فطر یکی از تعطیل های رسمی ایرانه و اینها بلند شدن رفتن جاهایی مثل تخت جمشید، حافظیه، زن و مرد اونجا زدن و رقصیدن و زنها هم اکثرا پوشش اختیاری داشتن، یعنی با چیز نبودن و این خیلی مهمه. نوشتن که درود و احترام و سپاس، جنگ علیه زنان، وحشیگری حکومت علیه زنان در جنگ شکست میخورن و موجب مسخره شدن، به جنگ با دختران و زنان ایران میپردازن، طوفان تویتویی شروع شده، همراهی کنید. جنگ علیه زنان، این یه توییتر که ظاهرا شروع شده، امشب قراره که همه توییت بذارن برای این قضیه. بله بعد توییت بذارن و ظاهرا مثل که برای 21 برای یه روز خاصی هم قرار شده که همه تو این توییتر شرکت کنن. در هر صورت تقریبا ما به آخر برنامه رسیدیم و این برنامه رو حتما امیدواریم که شما بتونید این وقت رو برای ما بذارید و این برنامه رو ادامه بدیم، برای اینکه صحبت ها خیلی زیاده، مسائل خیلی زیاده و شاید خود ما این عاملی باشه برای گره زدن این زنان و مردان و به قول شما انسان ها در ایران برای یک تغییر بهتر و یک تغییر جامعه تر. دیگه اگر شما در آخر صحبتی دارید بفرمایید. ممنونم ازتون، لطف کردین و امیدوارم که به هر حال با اتحاد منسجم و سازمان یافته مردم این آزادی میسر بشه. ممنون از شما. بریم سراغ طوفان توییتری. بله حتما، خواهش می‌کنم. فرمتون بشم. ممنون از تمام کسایی که تو این برنامه با ما بودن. این برنامه تو همین توییتر ضبط میشه و ما این برنامه ها رو سعی میکنیم که تمام سه شنبه ها ادامه بدیم. خوشحال میشیم دوستایی که در ایران هستن و تو این برنامه الان در کنار ما بودن با دوستان دیگه در ایران صحبت کنن و به ما بپیوندن و اگر مسئله هست، صحبتی هست، ما خوشحال میشیم که از طرف شما بشنوید، تو کامنت ها یا تو سوال ها بذارید و حتما این برنامه ها رو برای شما ادامه بدیم. سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم. خواهش میکنم. شب و روزتون خوش. خدا حافظ شما.